بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی، رویترز، نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بیش از یک سال است که شورای حکام دارای 35 کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را تصویب کرده است که به ایران دستور می‌دهد تا با تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد توزیع آثار ذرات اورانیوم پیدا شده در ساعت‌های اعلام نشده همکاری کند. رویترز، میدان قاضی دوره. خبرگزاری دولتی عربستان گزارش داد نشست وزیران شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد همه میدان قاضی دوره و منابع طبیعی آن به طور مشترک و تنها متعلق به کشورهای عربستان سعودی و کویت است. سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. سخنرانی رافائل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. من به طور جدی نگران این هستم که ایران به طور یکجانبه اجرای بیانیه مشترک را متوقف کرده است. من همچنین عمیقا متاسفم که ایران هنوز تصمیم خود را برای پس گرفتن مجوز چندین بازرس با تجربه آژانس لغو نکرده است. سایت سازمان ملل. سخنرانی نماینده چک. ایران با بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت شده در سال گذشته و بازداشت خودسرانه شهروندان مدافع حقوق بشر به روند بدی ادامه می‌دهد. ما از ایران می‌خواهیم که سرکوب آزادی‌های اساسی مدنی را متوقف کند و با سازمان ملل تعامل سازنده داشته باشد. اسپکتیتور آمریکا. نفوذ ایران در آمریکای لاتین. با توجه به اینکه همه نگاه‌های بین‌المللی در حال حاضر به دست‌های ایران در حال مداخله در لبنان و غزه دوخته شده است، عاقلانه است که هرازگاهی قبل از اینکه خیلی دیر شود، نگاهی به جنوب بیاندازیم. اسپکتیتور آمریکا. تحریم انتخابات. حضور کم سابقه در انتخابات پارلمانی ایران که روز جمعه برگزار شد، ضربه دیگری به تلاش‌های رژیم را برای تظاهر به اینکه همه چیز در کشور خوب است می‌باشد. ایرانیان میلیونی با انتخاب اینکه در خانه بمانند به جای رأی دادن رژیم را رد کردند.